سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیروزی همراه باشید با خبرهای امروز محمد شریعت مداری معاون رئیس جمهوری با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی ایران گفته ما قصد سیاه نمایی از دوران گذشته را نداریم ولی چپ کردن اقتصاد ایران نوبل می خواهد. دولت حسن روحانی و نزدیکان به او از انتقاد درباره محمود احمدی نژاد توسط علی خامنه ای من شدند. محمد شریعت مداری افزوده است اتفاقاتی که در گذشته افتاده کم کم کشور را به این سمت برده است که منابع محدودش خرج راندخاری ها، بازار سیاه و حرکت های اقتصادی زیرزمینی شود اما تلاش دولت یازدهم این است که با وجود تمامی وقایعی که اتفاق افتاده کشور را به سمت توسعه پیش ببرد شریعت مداری همچنین گفته است بنزین 1300 تومان نخواهد شد محمد علی موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید روح الله خمینی در سال آخر عمرش از اصلاح طلبا عبور کرده بود آقای موسوی جزایری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است امام در یک سال آخر عمر خود به جریان چپ میدان نمیدادند چرا که بسیاری از مسائل برای ایشان روشن شده بود اشاره امام جمعه احواز از چپ و اصلاح طلبان اعضای مجمع روحانیون مبارز هستند که به جریان خط امام مشهورند. علی خامنه ای که از جناح راست جمهوری اسلامی است پس از رهبر شدن بارها سعی کرده است اصلاح طلبان را از قدرت سیاسی حذف کند اما این جریان در چندین نوبت پس از مرگ خامنه ای توانست قدرت را علا رقم نارضایتی خامنه ای در اختیار بگیرد. دبیر شورای امنیت ملی با انتقاد شدید از عمل نکردن مسئولان به وعده های داده شده برای بازسازی خرمشهر گفته است مردم خرمشهر میگویند وضعیت شهر قبل از انقلاب خیلی بهتر بود ما باید خرمشهر را به عظمت گذشته خود برگردانیم علی شمخانی که به این شهر سفر کرده افسوده است خرمشهر شهر وعده های بیعمل است علی شمخانی همچنین گفته خرمشهر در استانی واقع شده که دارای منابع عظیم نفت و گاز، انرژی، آبهای فراوان، زمینهای آماده کشاورزی، مناطق تاریخی و نعمتهای فراوان است. پارلمان اتحادیه اروپا دستورالعمل مذاکرات هسته با ایران را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن باید سابقه ضعیف جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر نیز همراه با گفتگوهای هسته مورد مذاکره قرار گیرد بنابر گزارش خبرگزاری ها ماریتا شاک یک عضو هیئت پارلمانی اروپا که در اواخر سال گذشته میلادی از ایران دیدن کرد هفته پیش به یک عضو شورای آتلانتیک گفت این هیئت در دیدار خود این مسئله را برای مقامات جمهوری اسلامی روشن کرده که حقوق بشر برای اتحادیه اروپا اولویت دارد و خواهد داشت بدون آنکه به نتایج توافقات بلند مدت در زمینه هسته آسیب بزند. به گفته او هیچ دلیلی ندارد که مذاکرات را تنها در چارچوب مسئله هسته محدود کرد و به درد و رنجی که به سبب نادیده گرفته شدن حقوق بشر بر مردم ایران تحمیل می شود بی تفاوت بود. مسئله توجه غرب به حقوق بشر در کنار پرونده هسته ایران موجب شکاف میان مقامات مسئول جمهوری اسلامی شده است و آنها به شدت به این موضوع اعتراض دارند. غلام رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره سرنوشت مذاکرات هسته ایران با کشورهای پنج به علاوه یک سه احتمال مطرح کرده است. او گفته ممکن است این مذاکرات به پیروزی یا شکست بیانجامد و یا فرسایشی شود مذاکرات اتمی ایران با غرب که در دوران احمدی نژاد به بنبست رسیده بود با روی کار آمدن حسن روحانی به جریان افتاد و در تاریخ سوم آزرماه سال گذشته در ژنو توافقنامه میان دو طرف امضا شد جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در همایش در دسفول به تحلیل چشمانداز تهدیدات نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه ایران پرداخت. خبرگزاری تصنیم گزارش داد غلام علی رشید با طرح سه احتمال درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک گفته است تحولات سیاسی اجتماعی اخیر ایران با وضعیت معیشتی و مذاکرات هسته روی هم تأثیر گذار هستند. مقام نظامی افسوده ممکن است مذاکرات هسته با موفقیت به پایان برسد که در این صورت سناریوی دولت حسن روحانی به نتیجه خواهد رسید. رشید افسوده اگر دشمن مطالبات خود را زیاد کند این مذاکرات به شکست خواهد انجامید که در این صورت با قدرت رسانه‌ای که دارند تقصیر را به گردن ایران میاندازند. این مقام نظامی اضافه کرده در صورت فرسایشی شدن مذاکرات بخش ضعیفی از تحریم ها برداشته شده و بخش عظیمی از آن سر جایش خواهد ماند و در این حال افزوده اگر مذاکرات موفقیت ها میز باشد فشار اقتصادی کاهش روابط خارجی و دیپلماتیک ایران بهبود و تهدید نظامی هم به شدت کاهش خواهد یافت. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تشریح وضعیت کنونی ایران گفته ما در یک تقابل همه جانبه قرار گرفتیم و در سطوح داخلی و بین المللی در یک جنگ تمام ایار هستیم. آقای رشیدی افسوده تهدید امنیتی علیه ایران در حال افزایش است و این تهدیدها در لبنان، عراق و جنوب شرق کشور در حال افزایش بوده و در پشت آن نیز عربستان قرار دارد. به در بخش دیگری از سخنان خود از موفقیت آمریکا طی دو سال گذشته در تغییر روند تحولات منطقی به زیان اهداف جمهوری اسلامی خبر داده است. این فرمانده نظامی در این حال گفته آمریکا در حال حاضر روزانه با استفاده از 180 فروند هواپیمای راهبردی بدون سرنشین فضای ایران را با دوربین های پهلو رسد می کند. آقای رشید درباره وضعیت داخلی ایران هم گفته وضعیت سیاسی اقتصادی کشور با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. وی گفته تاثیرات ناشی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها با مرحله نخستین تفاوت خواهد داشت جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک پس از ده سال مذاکرات جست و گریخته سرانجام آذر ماه سال گذشته به توافق شش ماه دست پیدا کردند بر اساس این توافق که در ژنو حاصل شد ایران تعهد کرد تا از ادامه ساخت و ساز در راکتور آب سنگین عراق خودداری کرده و سطح غنیسازی اورانیوم را به زیر 5 درصد محدود کند از آذر ماه سال گذشته تا کنون چندین نوبت دیگر این مذاکرات ایران و غرب برگزار شده است قرار است این گفتگوها از 18 هم تا بیستم فروردین ماه امسال نیز برای رسیدن به راه حل نهایی ادامه یابد. تلویزیون دولتی عربستان خبر داد شاهزاده مغرن بن عبدالعزیز طی حکمی از سوی پادشاه عربستان به عنوان جانشین ولیعهد پادشاه عربستان ملک عبدالله برگزیده شد مقرن بن عبدالعزیز که 68 ساله است سال گذشته از سوی ملک عبدالله به عنوان معاون نخست وزیر عربستان سعودی انتخاب شده بود. رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه در سفری رسمی به عربستان می رود و قرار است با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کند. به گزارش رویترز باراک اوباما در سفر دو روزه خود به ریاض با ملک عبدالله دیدار و درباره روابط دو جانبه میان دو کشور و راهکارهای توسعه روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر می کند. برخی منابع در سفارت آمریکا در ریاض در این باره گفتند اوباما تمایل دارد از دیدگاه عربستان با توجه به ایفای نقش ریاض در سطح منطقه‌ای و بین المللی مطلع شود. ناظران میگویند گفتگوهای اوباما با ملک عبدالله و مسئولان ارشد عربستان به بررسی موضوعات و پرونده های مهم مانند سوریه، تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، منازعات فلسطینی اسرائیلی، امنیت خاورمیانه و خشونت در منطقه و مبارزه علیه تروریسم و القاعده اختصاص خواهد داشت. ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو اعلام کرد مقامات دمشق برای ادامه مذاکرات جهت حل بحران سوریه در چارچوب کنفرانس ژنو سه آمادهاند به گزارش خبرگزاری ریانوفستی ریاض حداد حد ضمن بیان اینکه تاریخ دور بعدی مذاکرات صلح سوریه هنوز مشخص نیست گفته است آمریکا تلاش می کند توجه جامعه جهانی را از حل بحران در سوریه منحرف کند فعالانه مسائل مربوط به اوکراین از جمله کریمه را مطرح کرده است دور دوم مذاکرات دولت سوریه و اپوزیسیون روز 15 فوریه بدون دستیابی به نتیجه به پایان رسید. در رویدادی دیگر سازمان منع گسترش اصطلاح شیمیایی در گزارش جدید خود از نابودی بیش از نیمی از تسلیحات شیمیایی سوریه خبر داد. در این گزارش آمده از انتظار می رود که تا آوریل آینده باقیمانده مانده سلاحهای شیمیایی سوریه به خارج از این کشور منتقل و یا نابود شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع پیوستن کریمه به روسیه را باطل اعلام کرد. در این قصنامه آمده که همه پرسی برگزار شده در شبه جزیره کریمه نمیتواند پایهای برای تغییر وضعیت این جمهوری خودمختار ایجاد کند. این قصنامه با 100 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران از جمله کشورهای قائب در این رأی بود. این قصنامه الزام آور نیست. مجمع عمومی سازمان ملل هفتم فروردین با تصویب قطع ای بر یک پارچگی سرزمین اوکراین تاکید کرد و اعلام کرد که رفراندوم برگزار شده برای الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 100 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 11 کشور نیز با آن مخالفت کردند. 58 کشور نیز در این رأیگیری غایب بودند. ارمنستان، بلاروس، بولیوی، کوبا، کره شمالی، نیکاراگوآ، روسیه، سودان، سوریه، ونزوئلا و زیمبابوه نیز به این قطعنامه رأی منفی دادند. رأی مثبت به قطعنامه احترام به یک پارچگی سرزمین اوکراین فراتر از انتظار دیپلومات ها توصیف شده است که بیانگر تایید بیش از نیمی از 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل از این قطعنامه است. برخلاف شورای امنیت سازمان ملل که قطنامه های آن لازم هستند مصوبه های مجمع عمومی زمانت اجرایی ندارند ولی بازتاب دهنده دیدگاه جهان هستند آندره دشیتسیا وزیر امور خارجه موقت اوکراین در این جلسه گفت الحاق کریمه به روسیه توافقهای امنیت بین المللی را به شدت تحت شعا قرار داده است. او با ترغیب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب این قطعنامه گفت این یک ماه هزینه های زیادی را برای اوکراین تحمیل کرده است پس از وزیر خارجه اوکراین ویتالی چورکی نماینده روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را تهاجمی خواند و گفت روسیه نمیتواند به درخواست مردم کریمه برای به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشتشان بیتفاوت باشد توماس مایر هارتینگ نماینده اتحادیه اروپا نیز در این جلسه استفاده از زور برای تغییر مرزها و اقدامات روسیه را که نقض منشور سازمان ملل متحد خواند محکوم کرد در رویدادی دیگر مرتبط با اوکراین صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه ای از توافق اولیه با مقام اوکراین برای اعطای وام 14 تا 18 میلیارد دلاری به این کشور خبر داد در این بیانیه آمده که این توافق در قالب یک برنامه اصلاحات اقتصادی دو ساله و با هدف تقویت و ایجاد ثبات در اقتصاد اوکراین صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری از شیتد پرس، طرح اعطای وام به اوکراین احتمالاً در ماه آوریل برای تصویب به هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول خواهد رفت. در همین راستا کنگره آمریکا هم قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن با اعطای یک میلیارد دلار کمک به اوکراین موافقت شده است بر مبنای این قانون همچنین افرادی که در فساد در اوکراین نقش داشتند از جمله اتباع روسیه تحریم‌های اعمال می‌شود. سنای آمریکا روز پنجشنبه به این قانون رأی داد و در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا با 399 رأی موافق و 19 رأی مخالف به نسخه دیگری از این قانون رأی داده بود. لایحه نهایی این قانون باید پیش از آن که به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد، تهیه شود. در همین حال نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو اعلام کرد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری اوکراین که قرار است روز چهارم خرداد برگزار شود، نامزد خواهد شد. تیموشنکو یه 53 ساله تصمیم خود را در یک کنفرانس خبری در کیف اعلام کرد. یولیا تیموشنکو در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت به تحمل 7 سال زندان محکوم شده بود. هواداران تیموشنکو و کشورهای غربی این اتهام را سیاسی خوانده بودند. او که اصلی ترین رقیب ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین بود بعد از تغییرات دولت در این کشور پس از حدود سه سال از زندان آزاد شد یولیا تیموشنکو همچنین دو دور نخست وزیر اوکراین بود و در سال 2010 در انتخابات ریاست جمهوری در رقابتی نزدیک با ویکتور یانکوویچ شکست خورد. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران و عراق خبر داده است. دبیر کل اف بین الملل با شرم خواندن چنین مسئله‌ای در کشورهای عراق و ایران میگوید این کشورها در قسمت اشتباه تاریخ قرار دارند و در واقع بیشتر و بیشتر منزوی میشوند بنابر آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 میلادی ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین در مقامهای دوم و سوم قرار دارند سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ششم فروردین ماه نیز با صدور اطلاعی از احتمال اعدام قریب الوقوع دو زندانی عرب خوزستانی ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی در نامه‌ای به احمد شهید از اینکه جمهوری اسلامی از کارگزاری مین برای جلوگیری از قاچاق استفاده می کند انتقاد کرد. ایران برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر از مینهای ضد نفر استفاده می کند. به تازگی و در پی انفجار یکی از همین مین ها در کویر لود یک نفر کشته شد. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، از اینکه این کشور از کارگزاری مین برای جلوگیری از قاچاق کالا استفاده می کند، انتقاد کرد. برنده جایزه نوبل در سال 2003 میلادی این نامه را پس از آن نوشته است که یک شهروند ایرانی در پی انفجار مین در کویر لوت جان خود را از دست داد. این مین که دوم فروردین در کویر شهداد در استان کرمان منفجر شد، جان یک گردشگر را گرفت و سه نفر دیگر را نیز به شدت زخمی کرد. البته پیشتر نیز انفجار مین در ایران به مرگ گردشگران یا حتی کاوشگرانی که در مناطق مرزی در حال گذر بودند، انجامیده است. شیرین عبادی در این خصوص گفته است حادثه ای که در کبیر شهداد اتفاق افتاد عملا ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بینون مللی از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده می کند و این کار نقض حقوق بینون ملل و نقض حقوق بشر است. خانم عبادی در نامه خود نیز درباره به مین و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده در مناطق مینگذاری شده از سوی مقام های دولتی ایران هشدار داده است ایران از جمله کشورهایی با بیشترین آلودگی به مین در جهان به شمار می آید این کشور تا کنون از پیوستن به پیمان اتاوا که در آن تولید استفاده و صدور مین ممنوع اعلام شده خودداری کرده است به جز قربانیان مینگذاری برای مبارزه با قاچاق گروهی از شهروندان نیز بر اثر انفجار مینهای باقی مانده از زمان جنگ ایران و عراق کشته یا زخمی می کمتر از شش ماه پیش هفت کودک بر اثر انفجار مین در روستایی در مریوان زخمی شدند. شماره کشته شدگان حادثه اتوبوس اردوی راهیان نور که اغلب آنها دانش آموزان بودند به یازده نفر افزایش یافت. سرهنگ محمد رضا کارنما مسئول روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان با اعلام این آمار گفت این کاروان شامل دو اتوبوس به صورت خانوادگی که یک اتوبوس برای مردان و یک اتوبوس برای زنان در نظر گرفته شده بود اتوبوس حامل مردان ساعت 14 روز سهشنبه پنجم فروردین 5 پنج کیلومتر پس از طلایی به سمت یادمان شهدای هویزه واژگون می شود همه کشته شدگان این حادثه اهل شهرستان زرند در استان کرمان بودند. اردوی راهیان نور از سوی سازمان بسیج و دانش و آموزش و پرورش به مقصد مناطق جنگ ایران و عراق برگزار می شود. تا کنون چندین تصادف مشابه در این اردوها باعث مرگ ده ها دانش آموز ایرانی شده است. سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جاده های اصفهان، مازندران، خراسان و فارس را به ترتیب پرحادثه ترین های ایران در روزهای نوروز اعلام کرد. حسین درخشان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل حادث خیز بودن جاده های اسفهان را یک نواخت بودن و تردد خودروهای سنگین و سبک و دلیل حادث خیز بودن جاده های مازندران را مارپیچ بودن آنها اعلام کرده است. آقای درخشان از جاده های محال و بختیاری و کهکیلو و بایرحمد به عنوان کم حادث ترین جاده ها نام برده است. بنابر اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته خورشیدی 18 هزار نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست دادند. مقام های انتظامی وعده دادند که در سال 93 خورشیدی میزان تلفات ای کاهش خواهد داشت. ارسلان بهاری مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان از کشته شدن سه نفر در اثر بارندگی های اخیر در این استان خبر داد و گفت این بارندگی موجب آب گرفتگی معابر و تقیان برخی از رودخانه ها شده است که بیشترین خسارت ها به تاسیسات شهری بندراباس و منازل مسکونی مردم وارد شده است. مقامات مسئول در جمهوری اسلامی تمهیدات لازم برای حوادث طبیعی را فراهم نکردند و با کوچکترین بحرانی در کشور از قبیل سیل، زلزله، بارش باران و برف ادهی جان خود را از دست می دهند. گروه جیش العدل مجددا تهدید کرد در صورتی که حکومت ایران خواسته های این گروه را برآورده نکند یکی دیگر از مرزبانان روبوده شده ایرانی را 13 فروردین میکشد. در همین راستا و در حالی که در پی فراخان در شبکه های اجتماعی قرار بود روز پنجشنبه در اعتراض به آزاد نشدن مرزبانان ایرانی روبوده شده توسط جیش العد تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران برگزار شود پلیس مانع از برگزاری این تجمع شده و حاضران را متفرق کرد حدود 130 تن حوالی ساعت 3 بعد از ظهر هفتم فروردین ماه در معابر اطراف سفارت پاکستان حضور پیدا کرده بودند که با حضور عوامل کلانتری و تذکر پلیس محل را ترک کردند. خبرگزاری مهر میگوید به دلیل اینکه برای برگزاری این تجمع درخواست مجوز نشده بود، پلیس از برگزاری آن ممانعت به عمل آورد و از مردم خواست محل را ترک کنند. برخی گزارش های رسیده از ایران حاکی است که عدهای از افراد حاضر نیز در جریان این تجمع موقتا بازداشت شدند. به دنبال اعلام خبر اعدام یکی از پنج مرزبان گروگان گرفته شده توسط جیش در کنار اعتراض های گسترده در شبکه های اجتماعی برای تجمع مقابل سفارت پاکستان نیز فراخوان داده شد در همین حال گروه جیش العدل تهدید کرده در صورتی که حکومت ایران خواسته این گروه را برآورده نکند یکی دیگر از مرزبانان روبوده شده ای ایرانی را سیزده همه فروردین ماه میکشد کشد. این گروه سوم فروردین یکی از پنج گروگان ایرانی را کشت. جشول عزر در یک پیام توییتری تهدید کرده که ایران حدود یک هفته فرصت دارد تا جلوی قربانی شدن دومین مرزبان خود را بگیرد. در رویدادی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه شنبه بار دیگر بر تلاش ایران برای آزادی مرزبانانش تاکید کرد. وی که پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد سخن می گفت گفته است گروه های تروریستی و افراطی معضلات زیادی را برای کشورهای منطقه ایجاد کردند و برای ساماندهی به این کشور نیاز به همکاری همه جانبه وجود دارد که در این اجلاس بر آن تاکید شد به افسود همچنین رئیس جمهوری پاکستان تاکید کرد که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد ضمن آنکه پاکستان برای تقویت مرزها و مبارزه با تروریسم نیز برنامه هایی را دارد. حسن روحانی ششم فروردین ماه نیز در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان خواهان اقدام فوری برای آزادی این افراد شده بود. در همین روز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در نامی به دبیر کل سازمان ملل ضمن درخواست برای بکارگیری اقدامات مؤثر برای آزادی این مرزبانان گفت محکوم کردن به تنهایی کافی نیست. گروه سنی مذهب جشول از 17 بهمن ماه گذشته پنج مرزبان ایرانی را در منطقه جکیگور شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان رو بودند. جشول از پیشتر گفته بود این مرزبانان را در ازای آزادی پنجاه تن از اعضای زندانی خود در ایران، دویست تن از جوانان و علمای اهل سنت و پنجاه تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد می کند. عملیات جستجو برای یافتن آثاری از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی به منطقه جدیدی انتقال یافته است. محل تازه جستجوها 319 هزار کیلومتر مربع و در فاصله 1850 کیلومتری پرت استرالیا عنوان شده است. به گفته اداره امنیت دریایی استرالیا، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که هواپیما سریعتر از پیش‌بینی‌های اولیه پرواز کرده است. در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده و بنا بر تازه‌ترین تحقیقات در مالزی، هواپیما احتمالاً با سرعت بیشتری سوخت خود را از دست داده در نتیجه مسیری که طی کرده نیز پیش پیش‌بینی شده است. هواپیمای بوینگ 777 خطوط هوایی مالزی با 239 سرنشین از مقصد کوالالامپور به پکن از روز 8 مارس حدود سه هفته پیش ناپدید شده است و جستجوها برای یافتن نشانه ای از آن همچنان ادامه دارد. بانک جهانی در تازه ترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی روسیه هشدار داده است در صورت عمیقتر شدن بحران اوکراین رشد اقتصادی روسیه طی سال جاری منفی خواهد شد بر اساس این گزارش رشد تولید ناخالص ملی روسیه در سال گذشته یک ممیز سه دهم درصد ارزیابی شده که نسبت به رشد سه ممیز چهار دهم درصدی سال 2012 کاهش یافته است. این نهاد معتبر بین المللی نبود اصلاحات ساختاری گسترده تر را منجر به تحلیل رفتن اعتماد عمومی مصرف کنندگان و بازار کسب و کار روسیه عنوان کرده و میگوید این موضوع عامل تعیین کننده در بازبینی رشد اقتصادی روسیه برای سال گذشته بوده است بر اساس این گزارش وضعیت به وجود آمده ضعف مدل رشد اقتصادی روسیه را بیشتر نمایان کرده است دولت فیلیپین و شورشیان جدایی طلب مورو قرارداد پایان جنگ امضا کردند. بر اساس این توافقنامه که طی مراسمی در مانیل پایتخت فیلیپین امضا شد، شورشیان مسلح با خل سلاح خود در برابر کسب خودگردانی برای منطقه میندانو در جنوب فیلیپین موافقت کردند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی هم که در دستیابی به این توافق نقش داشته است، در این مراسم شرکت کرد. بر اساس توافقنامه اخیر طرح ایجاد منطقه خودمختار جنوب فیلیپین به طور مشترک توسط دولت و رهبران مورو تهیه می شود که شامل برگزاری انتخابات برای گزینش دولت محلی در سال 2016 میلادی است. یک روز پس از آنکه دادگاهی در ترکیه رأی به رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر داد، مقام های ارتباطات این کشور از اقدام برای مسدود کردن دسترسی به یوتیوب خبر دادند. این اقدام پس از آن انجام شد که یک فایل صوتی در این سایت منتشر شد که منتصب به وزیر خارجه ترکیه، رئیس دستگاه امنیتی این کشور و همچنین مقام های ارشد نظامی ترکیه است. مستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. در حالی که بسیار امید داشتند با توجه به رأی صادره سوی دادگاهی در آنکارا برای رفع فیلتر توییتر ظرف چند روز آینده توییتر در ترکیه رفع فیلتر بشه اما ناگهان در ساعات پایانی امروز سایت یوتیوب هم در ترکیه فیلتر شد هرچند که تا لحظه تنظیم این گزارش برای خود من سایت یوتیوب هنوز باز هستش ولی در محلات دیگه یا شهرهای دیگه که پرسجو کردم بسیاری برای ورود به سایت یوتیوب با مشکل فیلترینگ رو بروسن. به نظر میسه در ساعات آینده در کل ترکیه امکان دسترسی به سایت یوتیوب کاملا از دست بره شرایطی شبیه ایران یا به نظر میسه ما هم برای انجام کارهامون ظرف چند روز آینده باید به فکر تهیه فیلتر شکن باشیم البته این موضوع برای ما تازگی نداره ولی خب به حال برای مردم ترکیه به برای جوانان بسیار موضوع آور و شوک‌آوری هستش هرچند که همین الان هم سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرده و برای انجام کارها با مشکلات زیادی روبرو هستیم اما گذشته از این موضوع آن چیزی که در شرایط فعلی در همین چند ساعت گذشته در مورد علت و چرایی فیلتر شدن ناگهانی یوتیوب مطرح هستش مسئله انتشار یک فایل ویدئویی هست در مورد گفتگوی محرمانه آقای داوود اغلو با رئیس اطلاعات و امنیت ترکیه و برخی فرماندهان وزارت دفاع در مورد طراحی یک حمله احتمالی به سوریه میدونیم در یکی دو هفته گذشته روابط ترکیه با سوریه تیره تر از قبل هم شده این موضوع الان در فضای مجازی کاربران ترکیه بیشتر مشهود هستش به این موضوع بیشتر صحبت میکنن البته برخی رسانه های دیگه هم همین موضوع رو مطرح کردن به عنوان دلیلی که سایت یوتیوب در ترکیه فیلتر شده به این موضوع هم اشاره بکنیم امروز خود آقای ارغوان هم در دیارویک سخنرانی داشتن مستقیما این موضوع رو مطرح کردن و گفتن کسانی که این فایل ویدیویی رو در یوتیوب منتشر کردن دست به یک عمل کثیف و بیشرمانه ای زدن ولی خب در کل هنوز ما ظرف این چند ساعت گذشته واقعا کسی نمیدونه که چرا به طور ناگهانی یوتیوب فیلتر شده ولی آنچه مسلم هست این اتفاق به دستور مستقیم خود آقای رجب طیب اروان بوده تنها سه روز به برگزاری انتخابات محلی باقی مونده انتخاباتی که بسیار بسیار حساس هستش و با وجود شرایطی که به حال فیلترینگ و شرایطی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده و برای بسیاری حالا جهت بوده باید ببینیم که این انتخابات سرنوشت ساز که بسیار هم برای حزب عدالت و توسعه دارای اهمیت ازش و همینطور برای احزاب دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد در چند روز آینده احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران گفته است رابطه مسئولان و مردم باید رابطه پدرانه باشد احمد خاتمی با تاکید بر اینکه ولی فقیه مشروعیت خود را از امام زمان به عنوان نائب عام دارد افسوده است در حکومت دینی اطاعت از قوانین حکومت اطاعت از خداست زیرا هر سه قوه مجریه قضایی و مقننه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه کار می کنند و با این نگاه اطاعت از قانون در حکومت دینی یک وظیفه شرعی و موجب نزدیکی به خداست و با بیان اینکه همه قوا زیر نظر رهبری فعالیت می کنند گفته است اطاعت از حکومت یعنی اطاعت از قانون و احترام به مجریان قانون و اینکه همه اطاعت ها در محدوده اطاعت از خداست علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات گفته است برای مقابله با تحریم ها می توان روزه گرفت یک وعده غذا در روز خورد و یا تعداد سیلوهای ذخیره مواد غذایی را افزایش داد آقای فلاحیان در گفتگو با خبرگزاری تصنیم گفته است گرایش اقتصاد مقاومتی مقابله است ولی حالا اگر آنها خیلی فشار آوردند و ما هم نتوانستیم مقابله کنیم اعلام بینیازی می کنیم وزیر پیشین اطلاعات از قول علی خامنه ای و روح الله خمینی خطاب به غرب گفته اگر شما خیلی فشار هم بیاورید ما تسلیم نمی شویم و حتی یک بعد غذا می خوریم یا اصلا روزه می گیریم. فلاحیان درباره مواجهه با تحریم بانکی نیز پیشنهاد کرده است وقتی بانک های ما را تحریم می کنند ما باید راه هایی پیدا کنیم که هیچ تأثیری در موازنه پول پیدا نشود و با این حال راه عملی برای پیشنهادات خود ارائه نداده است. یک مقام ارشد وزارت نفت ایران گفته است واردات بنزین در سال جاری افزایش خواهد یافت. به گزارش رویترز این تصمیم به دنبال توقف تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی کشور گرفته شده است. این گزارش اشاره به جزئیات ماجرا مانند کشور صادرکننده بنزین و میزان بنزینی که ایران قصد واردات آن را دارد نمی کند. پیش از این مصطفا کشکولی مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران گفته بود ایران در سال 1393 روزانه به میزان 10 تا 11 میلیون لیتر بنزین وارد خواهد کرد. این خبر چند روز پس از آن منتشر شد که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد کارخانجات پتروشیمی کشور دیگر بنزین تولید نمی کنند. ایران به دنبال تحریم های بین المللی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تولید گسترده بنزین در پتروشیمی ها روی آورد که این مسئله با انتقاد شدید کارشناسانی مواجه شد که اعتقاد داشتند چنین بنزینی استاندارد نیست و به آلودگی هوا و امراض کشندهی مانند سرطان منجر می شود. سر الکس فرگوسن سرمربی افسانه تیم منچستر یونایتد بریتانیا به ترجمه و انتشار غیرقانونی کتاب زندگی اش در ایران اعتراض کرد. دیلی استار گزارش داد سرمربی پیشین تیم منچستر یونایتد با توجه به فروش قابل توجه کتاب زندگی اش در ایران پس از ترجمه آن به زبان فارسی این کار را غیرقانونی خواند. دیلی استار به نقل از یک منبع موثق نوشته طرفداران تیم منچستر یونایتد در ایران نسخه پی دی اف این کتاب را در همان روزی که منتشر شد بدون اینکه ناشران،, ناشران قانونی آن اطلاعی داشته باشند در اینترنت منتشر کردند به این ترتیب فرگوسن درآمدی از فروش کتابش در ایران نخواهد داشت در حالی که قیمت هر نسخه این کتاب 25 پوند است خبرگزاری رویترز به سراغ جوانانی رفته که در خانه هایشان در تهران شراب تولید می کند و در پارتی های شبانه تا صبح آن را می نوشند. این گزارش از بی اثر بودن ممنوعیت الکل در ایران بر مصرف آن می گوید. این گزارش پسر جوانی به نام شهریار را معرفی کرده که هر آخر هفته دوستانش را به آپارتمان لوکس پدرش در تهران دعوت می کند. پارتی شبانه آنها با نوشیدن تکیلا آغاز می شود و تا روشن شدن هوا ادامه پیدا می کند. کلوپ های شبانه در ایران وجود خارجی ندارند اما خانه های شخصی جای این کلوپ ها را پر کردند. به نوشته رویترز گفته می شود که انحصار قاچاق الکل به ایران در دست مرزبانان و معموران گمرک است و این افراد از این را هر سال بالغ بر 12 میلیارد دلار درآمد کسب می شراب شیراز یکی از قدیمی ترین و معروف ترین شراب های تولید ایران است که به وسیله سربازان جنگ صلیبی به اروپا راه پیدا کرد. امروز اما به دلیل ممنوعیت فروش الکل ایرانیان خودشان در خانه شراب تولید میکنند با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم خدا نگهدار